گفتگو میکنیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل شهر یوواسکولا در فنلاند. آقای غفوری، دولت‌های اروپایی و غربی واکنش‌های گسترده‌ای داشتن نسبت به حمله نظامی روسیه به اوکراین. نگرانی‌هایی هم وجود داره میان دولت‌ها و هم شهروندان اروپا و همینطور سایر نقاط جهان. خطر و خطرات بعدی که ممکنه تهدید بکنه اروپا و جهان رو چه مواردی میتونه باشه به نظرتون؟ خب یک نقطه نگرانی که به نظرم اروپایی ها دارن و نگرانی موجهی است اینه که ارتش روسیه به دستور آقای پوتین به اوکراین برنامه دراز مدتش محدود نباشه. البته که نگرانند از حمله به اوکراین، ولی این تنها نگرانیشون نیست. به هر حال حمله به اوکراین نقض فاحش قوانین بین الملل هست، یک حمله ایست که بدون هیچ گونه تحریکی از جانب اوکراین صورت میگیره، از جانب یک ابرقدرت نظامی صورت میگیره که مجهز است به سلاح هسته‌ای و صرفا هم حمله کرده به کشور همسایش به خاطر اینکه از سیاست‌های دولت اون کشور خوشش نمی‌اومده یا گرایش اون دولت رو به سمت غرب نمی‌پسندیده. خب کشورهای دیگر همسایه روسیه از جمله همین فنلاند، از جمله سوئد که عضو پیمان‌های نظامی بزرگی مانند ناتو نیستند، بیش از پیش نگران شدند به خاطر اینکه ممکنه که هدف بعدی توسعه طلبی آقای پوتین باشند و هیئت حاکمه روسیه. مردم این کشورها هم نگرانند. اخباری اینجا در فنلاند و همینطور در سوئد هست که حتی قرص‌های یود قوی، قرص‌هایی که در زمان تشعشعات احتمالی رادیواکتیو محافظت میکنه از تیروید انسان‌ها، اونها کمیاب شده در داروخانه‌ها. این قرص‌ها در زمان انفجار چرنوبیل استفاده میشد، به برخی از شهروندان داده میشد به رایگان. الان دوباره داروخانه‌ها مواجهند با صف شهروندان برای خریدنشون. خودش نشون میده که در میان شهروندان هم حراسی افتاده. من به نظرم حراس موجهه به خاطر اینکه جامعه جهانی اگر نتونه جلوی آقای پوتین رو و توسعه طلبیش رو در اوکراین بگیره، ممکنه هر زمان دیگری در گوشه دیگری از دنیا با حادثه مشابهی مواجه بشه. دیگر تبعات این حمله نظامی چه هست به نظرتون برای اروپا؟ برآورد شده که تعداد آوارگان جنگی به 4 میلیون نفر خواهد رسید. این موج اوکراینی های خارج شده و در حال خروج از این کشور چه اتفاقاتی رو رقم خواهد زد؟ غیر از تبعات اقتصادی، تبعات انسانی هم همونطور که اشاره کردیم، موج پناهجویان برای اروپا بسیار سنگین خواهد بود. یک بار در سال 2015 موج پناهجویانی که به خاطر جنگ سوریه و سایر مسائل خاورمیانه آمده بودند به سوی اروپا، یک بحرانی رو در این قاره ایجاد کرد. سیاست کلی و سنتی اروپا رو عوض کرد، یعنی جریان‌های راستگرا، جریان‌های ضد مهاجرت شدت گرفتند، قدرت گرفتند، به احزاب بسیار قدرتمندی تبدیل شدند. و خب این چیزی نیست که بدنه سیاستمداران اروپایی این رو بخوان. به هر حال بحران پناهجویی بحرانی است که نمیتونن باهاش مقابله کنن، یعنی نمیتونن که جلوی پناهجوها رو با قوه قهریه بگیرن و نه به راحتی میتونن از عهده تبعات انسانی و اقتصادی اون بر بیان. هر جنگی میدونیم که روی هر جنگی در نزدیکی اروپا روی اروپا تأثیر داره، به خاطر اینکه مهاجران میان به سمت کشورهای ثروتمند، اونجا به هر حال امنیت رو پیدا بکنن. من فکر میکنم که سران اروپا این نگرانی رو الان دارند و این نگرانی بیشتر میشه زمانی که ما میبینیم که بلاروس هم حتی این احتمالش وجود داره که بپیونده به روسیه. در جریان جنگ در اون کشور هم احتمال ناآرامی بیشتری وجود داره و ممکنه که سرکوب ها در بلاروس بیشتر بشه. بلاروس در ماهای گذشته هم شاهد ناآرامی بود. اینها همه نقاطی است که سیاستمداران اروپایی دارن بهش فکر میکنن و تبعات غیر مستقیم جنگ اوکراین است. خب اگه موافقیم بریم سراغ ایران و واکنش‌ها در داخل به حمله نظامی روسیه. از ماجرای چالش سفارتخانه‌های خارجی بر سر برافراشتن پرچم اوکراین تا مجموع واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی، با این موضع‌گیری‌ها سرنوشت رابطه ایران و غرب چه سمت سویی پیدا خواهد کرد، بخصوص اینکه در میانه مذاکرات هم هستیم؟
ببینید، به طرز عجیبی جمهوری اسلامی در این میانه بیطرفی رو گذاشت کنار و از روسیه طرفداری کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به گفته یک نماینده پیشین مجلس آقای مطهری آنچنان گزارش میکرد جنگ رو که روی یکی از مستعمره های روسیه است و این بسیار عجیب بود. هرچند که در جریان حمله به کریمه هم یه جانبداری کمرنگی بود، ولی این بار دیگه تعارف ها کنار گذاشته شد و حتی اوکراین ملامت شد به خاطر این جنگ. اوکراین کشوری که هدف تجاوز قرار گرفته بود. این حمایت از متجاوز میتونه تبعات سنگینی داشته باشه برای ایران و حتی برای نظام جمهوری اسلامی هم به همین صورت، به خاطر اینکه در مذاکرات بین المللی دیگر رسما ایران رو به عنوان یک عضوی از بلوک روسیه خواهند دید. قدرت مانورش کمتر از پیش خواهد شد. این باره که به وقتی غربی ها درک میکنند تا این حد حکومت جمهوری اسلامی وابسته است به مسکو، بیشتر این مسکو است که از کارت ها بازی با کارت ها بازی میکنه و از کارت ایران سعی میکنه که امتیاز از طرف های غربی بگیره. این زمزمهش هم وجود داشته. باز هم برخی از نمایندگان مجلس گفتند که آقای اولیانوف در ماه های گذشته سوء استفاده میکرده از اینکه اخبار مذاکرات اتمی رو منتشر میکرده و بسیاری از این اخبار جهتدار به سمت روسیه بودن. در مجموع میتونم بگم که این موضع‌گیری به ضرر میان مدت و دراز مدت مردم ایران است. سپاسگزارم از شما گامبیز غفوری.